شما. سلام صدا به جون. سلام عزیزم، باش کنجا من گفتم سلام، منطقه تو داشتی با دیگر ببخشید نشید، حالت خوب ببخشید معذرت میخوام. سلام خدمت آقای دانشور و بر همگی. منم دوباره برگشتم دوستان، منم سلام میکنم خدمت هم تاریک. درود بر همگی. آقای دانشور کجا این؟ هنوز پاریسین؟ بله تو جاده هستم. آهان دیگر. منم مجدد سلام میکنم خدمت همه دوستان، کسانی که من سلام نکردم، تمامی دوستان، سودابه عزیز، جناب الهی منش، مژگان عزیز، آقای دانشور، آقای فیض، تمامی دوستان عزیز و تمامی دوستان، آقای زاره عزیز، مشتاق دیدار، خیلی مخلصم. سمرم اومد، آزادم اومد، سلام خانوما، خوش آمدین. ایشونم خانوما آقای تیز با من خدمت شما سلام میکنم. نگاه جان سلام، ببخش من تون بچار نمیبینم. خوبی؟ قربان شما. علی آقای تیزپا هم سلام میکنم، وقت همگی به خیر. نگار عزیز درود فراوان. با کی سلام علیک نکردیم؟ با کس؟ انوشه. خوبی نگار جان؟ با اونا که سلام علیک نکردیم سلام علیکم. منم تو گوشی هم همه رو نمیبینم، به همگی سلام میکنم، یکی یکی حالا میرم ببینم یا اینجا. خواهر منم انگار مهمون داره، ترلان و گیتا. ای به به سلام سلام، میگفتم کی هستم. آقای آریان هم سلام عرض کردم. جان کوشی یه بار سلام بدم، صدات بسته بود از زمانان صدات بسته. من سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید که تشریف دارن. و خانم تلان عزیز حال شما خوبه؟ سلام، مرسی، شما خوب هستم آقای حسینی، خوشحال شدم دیدمتون. آقای فرشید آریان هم اومدن. قاضی ربی هاوی سلام بابا. آقای ربی هاوی داشت تو سی خودتون رو نشون بدین کجاییم. خیلی وقت ندیدیمش قاضی ربیع هاوی رو، دو سه ماهی میشه آخرین دفعه توی تئاتر دیدیمش. حسین جان سلام. سلام خانم سمر. سجو سلام. آیا نمره سلام. سلام عرض کردم. سلام سمر، خسته نباشید. آیا طرف تو طوفان هست؟ بله بله خیلی بدی. شما هم همینجور؟ خب دوستان بله پیش ما هم الان طوفانه. خب اینجا داره طوفان میاد. بنده هم همینجور قیامته. آره یه موقع قطع شد اینا اعلام کردم ممکنه یه موقع قطع شه، یه موقع نمیدونم فلان. حالا دیگه ما گفتیم باشه دیگه، میریم جلو ببینیم چی میشه. سوسن اومده که سوسن کوغوت کنیم. آره دیدی سوسن عزیز. سوسن جان سلام، حالت خوبه؟ قربون شما، مرسی. نه سرما خودم صدا خراب. شما خوبی؟ آره ما همه خوبی. خدا رو شای خدا رو شای. دلتنگتونیم خانم. سلام نگار جان. دوستان جان سلام. سلام نبال جان، خوبی عزیزم. مرسی خیلی ممنون. آقای حسین سلام. صدا به جون سلام. درود فراوان. عزیزم. سلام. حالت چطوره نازنین؟ مرسی خوبم، شما خوبین؟ خوب. بچه چای بیارم؟ سرف شده است، خیلی لازم دارم به خدا. خب پش برو بریز، هنوز شروع نکردیم. پشو تو از سر تمرین هم میای باید خسته. من همینجور مستقیم اومدم توی زوب. ببین خب برو یه دونه برو چای باز خودت درست کن، یه دو سه دقیقه دیگه شروع میریزم. سودا به جان خیلی وقت بود شما رو زیارت نکرده بودیم. خانم فرخی ها اختیار داریم. من والا هستم دیگه، من همین دور برا خسته که خب همه همون خسته میشیم. ولی پاشیم من بیاری. هستم گفتم. نه من هستم، نه گفتم خستم، گفتم من هستم همین دور برا. منطقا در زوم به خصوص نبودم ولی بقیهش رو هستم، دارم کارا میکنم و اینا. به زودی یه دون نمایش هم قراره که بوک بکنم و نمایش خانی هم بکنم. بسیار عالی، بسیار عالی. خب این الان این باعث شده بود که این قضیه نمایش نامه خانیمون وقتی دائم به هر حال دو هفته به دو هفته برنامه داشتیم، هر حال یه دیداری میکردیم دیگه، یه سامنلیه که میکردیم، خیلی هم به کارا پیشرفت کرد. خیلی از دوستان چون سالونا باز شد و اینا دیگه براشون خیلی چیز نبود که رو خونی بذارم، ولی من نه، من این قضیه این که از همه جای جهان با هم جمع میشیم سلام علیک میکنیم خیلی خوشم میاد. خب این خیلی به نظر منم خیلی چیز میدیوم عالیه.
مغایرتی هم با کار صحنه نداره، آدم میتونه هم کار صحنه‌شو بکنه هم تو این کارا شرکت بکنه. برای چی بچه‌ها فکر کردن که مثلا باید فقط برن رو صحنه؟ حالا اینم یه چیزی سناریوی منه، حدس منه، برای اینکه یه موقعی بود دائم همه تقاضای چیز میفرستادن اینکه روخونی کنن. الان میگم از موقعی که اعلام کردم، الان یه ماه اعلام کردم، 8 جا گذاشتم تا آخر جون که همه بیان روخونی کنن دیگه. 2 نفر رزرو کردم، یکی الان داریم، یکی 2 هفته دیگه که داریم، بعد دیگه باز دوباره جای خالی داریم. میگن همینجوری مثلا میگن آما میخوایم روخونی بیاریم، ولی خب آخه من همینجوری که یادم نمیاد. یه احتمال هست، اون اینه که راست میگی، چون مشغول سرگرم یه کار صحنه میشن دیگه، وقتی برای اینکه یه کار روخانی رو هم آماده بکنن بیارن نمیمونه. احتمال اون کاری رو که برای صحنه میخوان آماده بکنن رو دلشون نمیخواد فقط روخانی بکنن، که میخوان رو صحنه بره، اون به اندازه کافی وقت میگیره، در نتیجه داد این کارهای روخانی کمتر میشه دیگه. اب نداره، بهتر من، برای من میتونم بیشتر بود بکنم. من فکر میکنم که بفرمایید. نه خواهش میکنم آقای لمش. نه من فقط میخواستم بگم که ما الان فکر میکنم داریم توی یه مرحله جدیدی میفتیم، به خاطر اینکه بینابین صحنه و زوم خیلی ها الان بلا تکلیف خودشون رو میبینن، چون واقعا صحنه من اروپا رو اینا رو نمیدونم، ولی اینجا هنوز تماشاچی ها 1 متر باید با هم دیگه فاصله داشته باشن و خیلی ها نمیخوان کار بکنن، منتظر هستن که وضعیت کاملا عادی بشه، که اونم نمیشه واقعا. این هستش که آره، یه مقدار من فکر میکنم که الان باز توی یه مرحله جدیدی رو داریم طی میکنیم. بله ببخشید، الان بین المللی بودنش منو خیلی چیز میکنم. الان مثلا خانم معقولی الان میرن روی صحنه دیگه، من بهشون هم شادباش میگم و امیدوارم که به همه دوستانم هم سلام برسون. من فکر کنم همه بچهای لندن هستن روی صحنه. میاد روی لندن بالاخره این کار؟ امیدواریم، ولی اصلا آسون نیست اینجا کار بردن روی صحنه، یعنی اینقدر که گیر میدن به همه چی، به همه چی. چرا نه مشون نهار نخوردین؟ من نه راستش بخواید 2 لقمه قندی خوردم. نه به پرزیدنت تا میره به جنبه میگه نهار خوردین؟ بهتون نهار دادن؟ تازه فهمیدم چرا نکنه. آره منم گفتم نکنه اینقدر بی انرژی هم اینو میگید. نه به خاطر لوکوموتیو برای این گفتم. حالا بگذری. حالا فهمیدم. خیلی کم میبینمتون دیگه، قبلا بیشتر قشنگ معلوم حسابی درگیر و خسته و پرمشغله و نهار نخوردی، وگرنه اینجوری نیست نگار جان. آره تو ایران نهار نیست. خب ما الان از ظهر رفتیم الان اومدیم، فردا از ساعت 10 باید بریم. کجا دارین کار؟ خب بچه سالن مهرگان، سالن خصوصی جان. نه ببخشید چون ساعت 7:10 است دیگه، ما بعد دیگه سالن رو باید باز کردیم، باید برنامه رو شروع کنیم دیگه، گفتیم 7 شروع میکنیم، 10 دقیقه هم بودیم که همه بچه ها برسن، چون بعضی دیر از سر کار میان. اگه آقای حسامی حاضرن ما قوانینمون یه دور یادآوری کنیم و شروع کنیم. آقای حسامی؟ بله ما حاضریم. با درود به همه. ثمره خواهش میکنم شما هم کوهست بشو با این وضع چیز، با این وضع هوا نمیدونیم که، یکی هم تو آلمان که هسته، شما هم که هست باش، من هم که هستم، با امید اینی که برمرق اینترنت با این طوفانا قطع نشه. لطفا صداهاتون رو ببندین، تصویراتون رو ببندین، بعد از برنامه برگردین که بحث و گفتگو داشته باشیم. خیلی مواظب باشین میکروفوناتون باز نشه لطفا، که مزاحم هنرپیشه ها نشه. امیدوارم اجرای خوبی باشه. آقای حسامی پلتفرم مال شماست. موسیقی
ببخشید. شما مطمئنید تنها قطار پاریس هنوز همون ساعت 9:16 دقیقه‌ایه؟ متاسفانه بله، 39. قرار سال دیگه یه سرویس هوایی را بیفته و 3 بار در هفته پرواز داشته باشه. اما در حال حاضر بفرمایید. اینم کلید اتاقتون. متشکرم، بالا نمیاد. میتونید یه شماره تو پاریس برام بگیرید؟ شماره 8926 لیتره. لیتره 8926. حتما میسیونوله. وصل کنم به سالن انتظار؟ بله. اگه ممکنه لطفا. اینجا هتل دو فرانس. میتونم با پاریس شماره 8926 لیتره تماس بگیرم؟ ممکنه بگید چقدر طول میکشه؟ چقدر؟ 5 دقیقه دیگه آقای ناله. براتون تلگرامی رسیده مادام ناله. جدا؟ منتظرش بودم. اینم کلید اتاقتون مادام. متشکرم، بالا نمیرم، فقط برای تلگراف اومدم، فکر کردم برم کمی قدم بزنم. تعجب میکنید وقتی ببینید چقدر اینجا عوض شد. حوالی ایستگاه راهن به کلی عوض شد. لابوازیه؟ چطور؟ لابوازیه؟ به نظر من از خیلی نظرها مثل سابق مونده، اما البته من زیاد از اینجا بیرون نمیرم. اگرم برم اونجا ها نمیرم. خب من زیاد طولش نمیدم. بسیار خب مادم. الو لیتره 8926 شماره تون میسیونوله. میسیونوله شما اونجا هستید؟ میکروفون بسته است. این باد، ببخشید دوستان، مثل که این باد و طوفان اینجا داره قوقایی به راه میندازه و فکر میکنم که از اون بخش بالایی که صفحه 8 لطف بکنه مهسا جان، از آخر صفحه 8 لطف بکنه. ممنون. براتون تلگرافی رسیده مادام. مادام نوله. جدا؟ منتظرش بودم. این هم کلید اتاقتون مادام. متشکرم، بالا نمیرم، فقط برای تلگراف اومدم، فکر کردم برم کمی قدم بزنم. تعجب میکنید وقتی ببینید چقدر اینجا عوض شده. حوالی ایستگاه راه آهن به کلی عوض شد. لابوازیه؟ چطور؟ به نظر من از خیلی نظرها مثل سابق مونده، اما البته من زیاد از اینجا بیرون نمیرم. اگر هم برم اونجا ها نمیرم. خب من زیاد طولش نمیدم. بسیار خب مادام. فقط میخواستم بگم اگه کاری هست که من بکنم، مثلا اساسیه که تو انباریه، اگه بخوای میتونم ترتیب فرستادنشون رو بدم که تو دوچار درد سر نشی. اساسیه؟ آه بله، نه نه متشکرم، هنوز نمیدونم چی کار کنم، نگهشون دارم یا نه. به هر حال متشکرم،
شب بخیر. شب بخیر. الو. لیتر 8926 شمارتون میسیوناله. تو این میشه؟ بله. حالا چطوره؟ خوبم. تموم شد؟ بله. کی؟ امروز بعد از ظهر. من امیدوارم که برات خیلی عذاب آور نبوده باشه. راستش نه؟ خوب بود. تو اونو دیدی؟ معلومه. خب؟ چی؟ انتظار داری چی بگم؟ همونطور که همه میگن زندگی دیگه یه زندگی دیگه. بالاخره طلاق گرفتن و چاره ای نبود و چی؟ خب باید بگم اصلا کار ساده ای نیست. اون عوض شده؟ آره فکر میکنم آره. میشه؟ دوستم داری؟ آره آره فردا ساعت 3:17 تو ایستگاه راهن سالبازار میبینم. اوکی؟ باشه من جلوی خروجی اصلی منتظرم. اونجا همتره. اگه دوست داشتی شب میتونیم بریم سینما. اگه تو میخوای باشه. یه روز برام جریانو میگی؟ فکر نمی کنم. اما کسی چه میدونه؟ یک روز شاید گفتم. آخه چرا؟ منو ببخش. چیزی نیست. امشب چه کار میکنی عزیزم؟ هیچ. تمام روزو تو رخت خواب بودم. اونجا اقامت کرده؟ نمیدونم. شام خوردی؟ نه. فکر کردم قبل از اینکه برم زنگی به تو بزنم. اینجا مثل دهات ساعت 9 شب همه خواب. یه دفعه منو با خودت اونجا میبری؟ البته چرا که نه. خب عزیزم فردا میبینم. شب بخیر. شب بخیر میشه. توی؟ چه اشکالی داره با هم حرف بزنی؟ چرا باید با هم حرف بزنی؟ دلیل خاصی نداره چون دیگه کاری نداریم که بکنیم. دیگه بیش از این؟ بالاتر از این کاری نمیشد کرد. میتونستیم مرده باشیم یا نکنه منظورت مرگ هم بود. نمیدونم. اما شاید هم. شاید منظورم مرگ هم بود. از پیشنهاد در مورد اساسی ها متشکرم. دربارش فکر کردم. اونا رو نمیخوام. میشه همین جوری بمونن. اما اگه تو میخوایشون لزومی نداره حتما طبق قوانین همه چیز رو تقسیم کنی. نه مرسی. نه من چیزی نمیخوام. خب پس باهاشون چی کار کنی؟ نمیدونم. هیچ. ولشون کن همونجا باشه. باش. نوشیدنی میخوری؟ متاسفم فکر میکنم همشون رفتن بخوابن. مهم نیست. اینجا حسابی عوض شده متوجه شدی؟ لوازی چیز زیادی تغییر نکرده. نه بیشتر طرف شمال. اون طرفی که دارن فرودگاه جدید رو میسازن. چیزی درباره شنیدی؟ آره. تحول بزرگیه. همه چی رو عوض میکنه. رفتی اونجا لبوازیه؟ آره معلومه. من خیلی وقت بود که اصلا به اونجا برنگشته بودم. از وقتی که تو الان از اونجا میای نه؟ تو از کجا میگی؟ وقتی رسیدم اونجا احساس کردم بالای تپه دیدم. ولی مطمئن نبودم. آره از جلوی خونه رد شدم. فکر نمی کردم زوجی که اون رو از ما خریدن اینقدر جوان باشن. تو فکر میکردی؟ نه. بعد از اون وقت حالا چند دست گشته باشه. من دو نفری که امشب داشتن اونجا شام میخوردن نشناختم.
آره عجیب بود. سالن غذاخوری همون جوری بود که بود، حتی تلویزیون رو هم با هم حرف هم نمی زدن، حتی یک کلمه. آره عجیب بود. بلوک آپارتمانایی رو که من شروع کردم تموم کردم. یادته اون طرف میدون اسب دوانی؟ فکر نمی کنم. آها آره آره یاد اومد. کارشون خوب پیش رفت؟ ظاهرن آره، که به همون طرح قبلی کار کرده. البته فکر میکنم حق این بود که چند باری بر میگشتم تا مطمئن بشم که دارن درست کار میکنن یا نه، اما این کار نکردم. به هر حال خیلی هم بد نشده. هنوزم کاروبارت رو به راهه؟ بد نیست، مرسی. اخیرا یکی دوتا قرارداد خیلی خوب داشتم. هنوزم مثل اون موقع دیوونه یه کارتی؟ آره مثل همیشه. خوبه، مرسی. گمونه فردا صبح با قطار 9:16 میری؟ آره نه، یکی میاد دنبالم. جالبه، من حالا حتی نمیدونم کجا زندگی میکنی. یه نفر دیروز جات رو از من پرسید و من نتونستم بعدش جواب بدم. فعلا در واقع جای خاصی زندگی نمی کنم، گاهی اینجا گاهی اونجا، ولی بیشتر شمالم. شمال؟ آره دیگه اینجوری شد، شمالو خیلی دوست دارم. هنوزم مثل گذشته از جنوب بدت میاد؟ آره آره هنوزم بدم میاد. مثلا اصلا از تو خبری نداشتم. والری هر چند وقت یه بار خبرای از تو من میده. هنوز هم اونو میبینی؟ آره. من حالا نظرم در مورد اون کاملا فرق کرده. آدم اگه پیش‌داوری ها به میون نیان که نمیشه، میتونه یواش یواش طبق نظر دیگرون بشه و بدون این که بفهمه تحت تأثیرشون باشه. بعضی وقتا تورینه ها رو هم میبینم. همین. خیال نمی کردم تنها بیای. فکر می کردم حتما کسی باهات هست. نه تو هم تنها اومدی. آره فکر می کردم چندان مهم نباشه. آره ببینم تو واقعا مرگ هم منظورت بود؟ گفتی چیزی بیشتر از اون نبود، نمی شد کاری کرد حتی با مرگ. گفتم نمیدونستم. میدونی وقتی از پاریس برگشتی من توی ایستگاه راه‌آهن منتظرت بودم؟ دوباره میخوای ازدواج کنی؟ توی ایستگاه راه‌آهن چه اتفاقی افتاد؟ ماه اوت دوباره ازدواج میکنم. ماه اوت؟ ها که اون سه ماه. آره اون مدت قانونی بگذره. احمقانه است اما چه میشه کرد. آره بعدش میریم، قصد داریم امریکا زندگی کنیم. من راحتی و آسایش خیال میخوام. میدونم که کمی دیره حتی برای این، باید عجله کنم تا عمر از دست رفته رو جبران کنم. پس حالا فکر میکنی که زمان رو هیچ وقت نباید از دست داد؟ بله همین جوری گفتم، هیچ وقت بهش فکر نکردم، واقعا میگم هیچ وقت. تو میخوایی چی کار کنی؟ تقریبا مثل تو. دوباره ازدواج میکنی؟ جز این که من باید به خاطر کارم تو فرانسه ببونم. نمیدونم که ازدواج میکنم یا هنوز نمیدونم. تو عوض نشدی. من پیر شدم. میدونم. منظورم این نبود که آره آره صورتت کمی عوض شده. یعنی چی جوریه؟ فکر میکنم بیشتر چشمات. تو معمولا نگاه نجیب و آرومی به آدمو داشتی و به محضی که اونها نگاه میکردن میتونستن کم و بیش حدس بزنن که چی میخوای بگی. باید خیلی خسته کننده بوده باشه.
این اواخر آره متاسفانه چند ماه آخر واقعا خسته کننده و آزاردهنده بود. ساعت 11 جالبه من و تو اینجا وایسادیم و اینجوری حرف میزنیم. اون ماهای آخر یادته؟ جهنم واقعی. آره جهنم. نمی کنم در طول زندگی دیگه موقعیتی بدتر از اون پیش بیاد. تو اینطور فکر نمی کنی؟ بدتر از چی؟ اون جهنم. نه من اینطور فکر نمی کنم. یا شایدم یه تجربه، همون تجربه حیوانی که زیاد دربارش میشنویم، مطلقاً بیفایده است. نه فکر میکنم اشتباه میکنی، اون نیست. اگه دوباره اتفاق بیفته، از اون وقت حالا خیلی بهش فکر میکنم. اگه دوباره اتفاق بیفته حتما به خاطر اینه که آدم راه دیگه‌ای برای فرار از اون پیدا کنه، فرار از خستگی. ها شاید. آره فکر میکنم همینه. تو اینجور فکر نمیکنی؟ شاید. چقدر اینجا تو این هتل موندیم تا اون خونه آماده بشه؟ من اصلا یادم نمیاد چقدر طول کشید. 3 ماه 6 ماه فکر میکنم حدود 3 ماه. آره 3 ماه. عجیب نیست که به یاد آوردنش برامون انقدر سخته. بعضی لحظه ها روشن‌تر از بقیه لحظه ها به یاد آدم میاد، اما فکر میکنم اون چه پشت اون لحظه هاست همونقدر مهمه که آدم هیچ وقت نمیتونه بگه. و بعضی لحظه ها هستن که 100% روشن و واضح. مثلا جهنم. شاید. روزهای خوب بعد از روزهای بد. تسلای خاطر. منظورت همین نیست؟ چرا؟ اگه سرگذشت هر زوجی رو قوانین خود اون سرگذشت کنترل میکنه، که بعقیده من میکنه، اگه هر زوجی راه اصلی زندگی خودشونو دارن که بعقیده من دارن، پس ما اصلا نباید به اون خونه میرفتیم. اصلا نباید اونجا ساکن میشدیم. باید همینجا میموندیم تو هتل، همینجا میموندیم و همون جوری زندگی میکردیم. از این هتل به اون هتل. مثل آدم های فراری. نه مثل شاید. تو فکر نمی کنی؟ چرا؟ اما در اون صورت دیگه دلیلی نداشت که رفتاری متفاوت از دیگران داشته باشیم. ما جوان بودیم، همه میگفتن که باید ازدواج کنیم. همه خوشحال بودن، خانواده تو، خانواده من، همه. ما هر چیزی رو که لازم بود داشتیم. خونه، اساسیه، پالتوی پوست. ما هم مثل آدمای دیگه رفتار کردیم. بله. برای که ما مثل دیگران هم بودیم، بنابراین دلیلی نداشت که اون کارو نکنه. کاری که معموله. درست مثل اونا. و در همون نقطه هم تمومش کردیم. این یه سؤاله؟ شاید. آره فکر میکنم ما هم در همون نقطه تمومش کردیم، همون نقطه که دیگرون این کار رو میکنن. گاهی وقتا طلاقه، گاهی وقتا نه. منتها شاید یه اختلاف جزئیه که اگرم حالا اتفاق نمیافتاد بعدا اتفاق میافتاد. تو اینطور فکر نمی کنی؟ به چی؟ به پایان. تو اینجوری فکر نمی کنی؟ چطور میتونی اینو بگی وقتی تو سعی خودت رو نکردی؟ بله آدم ممکنه خبر داشته باشه. بله به چه فرق میکنه که مدت یه چیزی دراز باشه یا کوتاه؟ اگه به هر حال قراره یه وقتی تموم بشه، این چیزیه که آدم باید هی به خودش بگه. در این صورت همه چیز طبق قاعده پیش میره. بله البته اینم شد احمقانه. چی؟ نه درسته. خود به خود تو داری دوباره از نو شروع میکنی. مگه نه؟
من دارم دوباره از نو شروع میکنم. آره منتها یه میدونی که عاقبتش اجتناب ناپذیر. نه؟ آره و نه، میدونیم که یک جور عاقبت خاصه که اجتناب ناپذیر. یه جور خاص؟ آره تنها جور ممکن، اما ضمناً این رو هم میدونیم که لازم نیست اونو سر بوم فریاد بزنیم. میدونیم که میشه در پرده سوم تمومش کرد. ما خیلی جوان بودیم. اما حالا همه اون درد سرها، اون نگرانی ها رو نمیخوام. حالا کار دیگه بکنیم به نظر تو؟ آره گمونم. چی؟ هیچی. فقط انتظار داشتم به شکل دیگه این کار رو بکنیم. ما عادت نداریم از ترس عقب بکشیم. تا تقیبا توقی بخوره شبا بیخوابی، جار و جنجال، تراژدی، خشونت. از اونم بدتر. چی؟ آست. بله. بله. کی؟ وقتی تو تقاضای طلاق کردی. اما قضیه اونقدر جدی نبود. به هر حال هنوز که اینجا. حتما از اون کارهای عوامانه و معمولیه که برای باج‌خواهیه. اصلا خبر نداشتم. چطوری میتونستی خبر داشته باشی؟ تناقض داره میدونم. اما از اونا خواستم چیزی به تو نگه. اما وحشتناک. نه چیزی نیست. از اون کارهای احمقانه است که هر کسی میکنه. نباید بهت میگفتم. نه واقعا متاسفم. والری درباره اون زن خیلی جوونه. آره. تو اون مرد رو نمیشناسی. هیچ وقت ندیدیش. خب بله. همه چی رو به راهه. همه چی درست همون طوریه که باید باشه. باید بریم بالا. میخوان چراغا رو خاموش کنن. بذار منتظر باشه. این حرفا چه فایده ای داره؟ پس بریم بالا. آن ماری این آخرین بار در زندگی ماست. اون یه مرد دیگه بود. تو نبودی. مسئله این بود. اون مرد دیگه ای بود. به طرف فقط دقیقا تو بودی. طرف دیگه همه مردهایی که هیچ وقت نباید اونها رو میشناختم. فکر میکنم باید منظورم رو روشن بفهمی. نمیفهمی؟ چرا؟ مطمئن بودم که میفهمی. فکر میکنم که ما به موقع از هم جدا شدیم. آره درست به موقع. شنیدن واقعیت اون هم پس از 2 سال خنده داره. جالبه. هیچ وقت نفهمیدم اون وقتی که رفتی پاریس چه اتفاقی افتاد. فکر میکنم چیزی که اون موقع بهم گفتی فکر نمیکنم که حقیقت داشت. نه؟ تو تحمل شنیدن حقیقت رو نداشتی. حالا که مدت ازش گذشته خیال میکنی که تحملش رو داشتی. اما نداشتی. من تحمل هیچی رو نداشتم. واقعا هیچی. چطور این اتفاق افتاد؟ لازمه دربارش حرف بزنی؟ دلیلی نداره که حالا حقیقت رو ندیدی. تو اتوبوس باش آشنا شدم. ایستاده بود. بعد دیدمش بیرون هتلم منتظره. یه بار دوبار اونو بیرون هتل دیدم منتظر و ایستاده بود. بار سوم یکم ترسیدم. دیر وقت بود. هنوزم بیرون هتل وایستاده بود. تقریبا ساعت 1:30 بود. همین.
و تو کجا بودی؟ یه کاباره تو سن‌ژرمن. اینو هم نمیدونستی نه؟ نه. بعضی وقتا میرفتم برقصم. تو نمیرقصیدی. دلم رقص میخواست. فکر میکنم حسابی دلم میخواست برقصم. اگه منم میرقصیدم باز قضیه فرقی نمیکرد. شاید. میدونی؟ اولین دفعه که خیانت میکنی خیلی وحشتناک. راست میگم. اولین دفعه حتی اگه کاملا اتفاقی هم باشه وحشتناکه. اصلا درست نیست که بگیم اهمیتی نداره. فکر نمی کنم برای مرد خیانت به زنش اینقدرها جدی باشه. به خاطر اون بود که برگشتنت رو به تعویق انداختی؟ آره. بگو ببینم. تو خواستی این اتفاق بیفته یا همینطوری برخلاف میل تو اتفاق افتاد؟ خودم خواستم. ناامید و مایوس بودم. خواستم اون اولین لحظه ها، اون اولین دفعه رو دوباره تجربه کنم. همه چیز مثل دفعه اول با تو بود. من این رو کارو کردم که دوباره اون لحظه ها رو تجربه کنم که هرگز چیزی جای اونو نمیگیره. اما میدونی طعم این نوع ماجراجویی رو از یکی دیگه میچشی. خوشحالم که خودت خواستی اون اتفاق بیفته. بقیهش برام مهم نیست. حالا اون لحظه ها رو از نو تجربه کردی؟ آدم همیشه تجربه میکنه، حتی در بدترین شرایط. حتی شده برای یک ساعت. تو خودت اینو خوب میدونی. برای همینم بود که نمیخواستم برگردم. دلیل دیگه ای نداشت. میدونی یه روز بعد از ظهر، چند ماه پیش از اینکه بری پاریس، تو رو دیدم. تو منو ندیدی. داشتی از اون خیابون می‌رفتی. من تعقیبت کردم. بعد از ظهر بود، از دفتر اومده بودم بیرون و برم که یه سری به ساختمونا بزنم. دیدم رفتی توی سینما. آره. دنبالت اومدم تو سینما. وسترن رو نشون میدادن که قبلا با هم دیده بود. تو تنها بودی، نزدیک ردیف جلو، کسی نیومد کنار تو بشینه. اون شب چیزی از این موضوع به من نگفتی. من هم سوالی نکردم. بهار بود، 3 سال پیش، چند وقتی بود که غمگین بود. روز بعد از نهار پرسیدم میری بیرون؟ گفتی نه. اما رفتی. دوباره تعقیب کردم. برفت مسابقه اسب دوانی، بازم تنها. خوابش رو هم نمی‌دیدم. درد و رنجم شروع شد. آره معمولا از این کارها می‌کردم. هنوز هم می‌کنی؟ آره. یه هفته تموم هر روز تعقیبت کردم و کسی رو ندیدی. نه فرقی نمی‌کرد. وحشتناک بود. می‌دونی من به خود تو حسادت میکردم، به اون بخش مخفی و مرموزت. یه روز با اتومبیل تعقیبت کردم. تو اتومبیل تنها بودی و چه معرکه بودی. خیلی تون بیروندی. حدود 20 کیلومتری رفتی و کنار جنگلی وایسادی. رفتی تو جنگل و من کمت کردم. یه خورده این پا و پا کردم و تقریبا دنبالت اومدم، اما بعد خیلی ساده برگشت. این یکی از اون خاطره‌های روشنیه که همین الان حرفش رو زدیم. اما این چیزی رو نمیرسونه. هیچیو. اینجور این یه جور وقت گذرانی و وقت کشی منه. اون گردش سواره رو به کل فراموش کرده بودم. اما بعد میومدی و منو پیدا میکرد. میترسیدم. فکر میکردم میخوای با خودت خلوت کنی. آره بعضی وقتا همینو هم میخواستم. از خودت دفاع نکن. نمی کنم. احتیاجی نیست. من فقط کمی از اون پنهونکاری ناراحت بودم. هم
تو منو میخندون. برای چی نباید آدم از این کارها بکنه؟ دلیل نداره. اما چرا دربارشون چیزی نگه؟ آخه موردی نداره. دروغه. من هیچ وقت نفهمیدم گفتن اینجور چیزا چه فایده ای داره. هنوزم برام عجیبه که همون شب میتونستی بگی. میتونستی بگی امروز بعد از اون رفتم سینما. نه. میدونی یا از اول نباید از اینجور کارا بکنی یا وقتی که شروع کردی بهتره که دیگه دربارش حرف نزنی. ممکنه تازه ایجاد سوء تفاهم هم بکنه. به نظر تو اینجوری نیست؟ سوء تفاهم؟ آره. وقتی عشق شروع میکنه به تحلیل رفتن، بعضیا بعد از زورا رو صرف اینجور کارا میکنن. منم میرم دیدن مسابقات اسب دوانی. ساعت 2. مردم چی فکر میکنن؟ اتاق چندی؟ 28. خیلی همه آنسی. فردا که سر بلند میشی کی قراره بیام دنبالت؟ دقیقا نمیدونم، یکم قبل از 9. اوکی، پس خداحافظ. خداحافظ. سب کن. تو ایستگاه راهن چه اتفاقی افتاد؟ میخواستم تو رو بکشم. یه اسلحه خریده بودم و میخواستم تا از قطار پایین اومدی بکشم. در چه مواردی قاتل معمولا تبرئه میشه؟ اینو میدونستی؟ میدونستم. چرا این کارو نکردی؟ یادم نمیاد. دروغ میگی. راست میگم، یادم رفته. سعی کن یادت بیاد. اون شب به این که چیزی بگی از خونت غیبت زد. آره، سب کن. آره، با ماشین رفتم کابل. وقتی رسیدم اونجا اسلحه رو انداختم تو دریا. فکر کردم همه با یه اسلحه همین کارو میکنن. لابد یه جای خونده بود. درباره خشونت هم جای خونده بودی؟ درباره اون هم بعد. من هم در مورد خیانت تو پاریس خونده بودم. خب بالاخره با اساسیه چی کار کنی؟ هیچ. بیمعنیه. آره، نمیدونم. خودت میخواستی اون اتفاق بیفته یا همینجوری اتفاق افتاد؟ اینو قبلن هم ازم پرسیدی. من نمیخواستم اتفاق بیفته. اینم درست بود که تو واقعا مستعصل بودی؟ جذابیت و تازگی قضیه استیصالم رو از بین برد. این دو. یه روز یک شنبه بعد از ظهر تو نبودی. الان یادم نیست کجا رفته بودی. رفتم تو شهری گشتی بزنم. همینطور تو راه با یه دختر خارجی آشنا شدم. با هم رفتیم هتل. معرکه بود. دوستش نداشتم ها. بعدم دیگه ندیدمش. اما معرکه بود همین. لازم بود؟ نه. چرا؟ برای که معرکه بود. اما من تو رو دوست داشتم. چیز دیگه ای نیست بخوای از من بپرسی؟ الا با کی میخوایی صحبت کنید؟ میسیون نوله؟ بله هستم. گوشی دستتون لطفا. میسیون نوله شما اونجایید؟ میسیون نوله؟ بله بله اینجا. خوابیده بودی؟ بله. معذرت میخوام، نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و زنگ نزنم. نمیدونم چرا، احمقانه است. اما نگران بودم. چی کار میکردی؟ رفتم سینما، بعد یه گشتی زدم و بعدم رفتم تو رخت. تشریفات طلاق واقعا رنج‌آوره. نگران بودم. منو ببخش.
حالا نگران نباش. لزومی نداره. بیفایده است. میدونی میشل لازم نبود بری. میتونستی غیابی این کارو بکنی. چندان فرقی نمی کرد. گوشی دستته؟ آره. نمیخوام مزاحم بشم میشل. اما یه دفعه به سرم زد. و نتونستم از شرش خلاص بشم. برای این زنگ زدم که بپرسم چرا رفتی. یه چیزی بگو میشل. یه چیزی بگو وگرنه نمیتونم بخوابم. میشل. اومدم تا یه دفعه دیگه ببینم. میدونستم. خب؟ هیچ. مطمئنی؟ آره. حالا برو بخواب و نگران نباش. تو کاملا مطمئنی؟ آره. هنوزم قرار فردا برگردی؟ معلومه. شب بخیر. راحت بخواب. گفتی چیزی دارم که از تو بپرسم یا نه؟ آره. من نمیتونستم خیانت تو درمان کنم. اما خودم بهت خیانت میکردم. تو اینو میدونستی؟ بله. والری درباره ماجراهای عاشقانه‌ات برام یه چیزایی میگفت. فکر نمیکردی که خیلی بی‌انصافی بود؟ نه. بی‌انصافی نه. از چی؟ متفاوت. اول سخت بود، بعد هرچی میگشت آسونتر، قابل فهمتر. من نمیتونستم بهت بگم. تو نمیتونستی بپذیری. میدونی هنوزم نمیتونم اینو حذف کنم که نمیخواستی این اتفاق بیفته. شنیدی؟ آره. فقط برای این اومدم که ازت بپرسم چجوری بود. مثل مال تو. مرکه؟ آره، یادت باشه درست مثل مال تو. مادام روشه لطفاً گوشی. میسیوناله یکی میخواد با مادام روشه صحبت کنه. میگه فوریه. ایشون اینجا. آنیتا؟ بله. منو میبخشی. آنیتا، نگران بودم. چیزی نیست، فقط از اون نگرانی های احمقانه است. تو کجایی؟ دورا. توی یه کافه سرراهی. جای مزخرفی. هنوز 100 کیلومتر راه مونده تا به اونجا برسم. دیگه بیدارت نمی کنم. نگران نباش. آنیتا، دوست دارم. نمیتونم بخوابم. خیلی خوشحالم که تموم شد. طلاق رو میگم. نمیدونی چقدر خوشحالم. چی شد؟ بیا. همین الان راه میفتم. یادت بیار با اون دختره چی جوری بود؟ با اون دختر خارجی؟ دقیقا به خاطر بیار. مال منم مثل مال تو بود. نمیشه. چی؟ قبول کرده. واقعا اینقدر معرکه بود؟ واقعا؟ آره. میفهمی؟ نه. ببینم، تو متاسف نیستی؟ نه. این که میگی اومدی از من بپرسی که چی جوری بود واقعیت نداره. خب نه همش. راستش اومدم که یه بار دیگه هم ببینم، اما میدونستم که فایده ای نداره. درست حد زدی. نمیتونستم حتی راحت به تو نزدیک بشم. چی کار میتونیم بکنیم که این خاطره ها کمتر دردآور باشن؟ بدنی چی؟ فکر میکنم تنها کار خوبی که میتونستیم بکنیم یا من میتونستم بکنم کشتن تو بود و بعد من شدم یه قاتل بیکار.
مسخره است. حالا که طلاق گرفتیم دیگه تو رو تبرئه نمی‌کنم. میدونم. حتی اگه می‌خواستم تو رو هم بکشم دلم نمی‌خواست به خاطرش خودم بمیرم. گوش کن. پیش از اینکه اون مرد بیا کمی وقت داری. یه ساعت. خب گوش کن. میگم بیا هر اتفاقی افتاده برام تعریف کن. همه چی. خیلی دوست داری برات از لذت و کیف تعریف کنم. بله. لذت رقت انگیز. نه. تو اشتباه میکنی. تو اون دختری تو اوو فراموش کردی. پس چطور میتونی تصور کنی که تو پاریس چه اتفاقی افتاده؟ تو فکر میکنی واقعا فراموش کردم؟ آره. با هم بودن ما حالا مهم نیست، چه با هم باشیم چه جدا از هم، هرچی به این نمیارزه که اونا رو رنج بدی. نرو آمریکا. نرو. خواهش میکنم نرو. وگرنه میام جایی که تو زندگی میکنی، میشنوی؟ قید کارم رو میزنم، میام و تو همون شهری که تو زندگی میکنی زندگی میکنم، زندگی تو خراب میکنم تا این که بلد... تا جهنم از نو شروع بشه. مگه جهنم برات مهمه؟ تو هم برات مثل من جهنم مهم نیست. خواهش میکنم تو فرانسه ببین. شاید بتونیم هم دیگر ببینیم، حتی اگه شده اتفاقی. اینجوری باز تحملش غیر ممکن نیست. بذار اقلا هر دومون توی کشور باشیم، وگرنه قابل تحمل نیست. ببین آنماری، میتونیم جایی تو حومه پاریس هم دیگر رو ببینیم، دور از چشم دیگران، کسی نمیفهمه، هیچ کس نمیفهمه. نه 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 نه، از قصد نه، آگاهانه نه. اگه قرار دوباره هم دیگر رو ببینیم بذار همون طور باشه که قبلا گفتی، اتفاقی، مثل قضیه اون دختره. همه چیز رو بسپاریم دست تصادف. جور دیگه هرگز، دیگه هیچ وقت، هیچ وقت، مگر تصادفی. همه چی رو اینجوری دور ریختن فقط به خاطر اون سفر پاریس، در حالی که همیشه بر میگشتی. الانه که اون برسه نمیتونم تو رو ترک کنم. حالا دیگه از هم جدا شدیم، دیگه هیچ وقت مگه تصادفی؟ حتی اگه یکی از ما رو به مرگ بود؟ حتی اون موقع هم نه. واقعا نمیفهمم از چه قراری افتاده، چه اتفاقی افتاده، سر تا قضیه همه چی خاطی شده. چه کار میتونیم بکنیم که من و تو داستانمون یه وقت قیبت نزنه؟ جوابش اینه، هیچ کار نکن که خلقش کن. بگذاریم عشق در نهان در تاریکی پا بگیره. ها آره، مثل آدمایی که شرایط از هم جدا نگهش می‌داره. آره، به من نگاه کن، من الان تنها زنی هستم که برای تو ممنوع شدم. همسرم. بازم هم دیگه رو می‌بینیم؟ نمیدونم. اما اگه یه دفعه دیگه تو من، اون وقت حتما خواهیم مرد، مثل عشاق که میمیرن. چی میشه؟ حالا شروع میشه یا تموم میشه؟ کی میدونه؟ برو بیرون منتظرش باش. باش. Thank you.
خب با سپاس، با درود و سپاس به تک تک شما عزیزان که به به مرسی، خیلی خیلی ممنون. لطفا تشریف بیارین، هنرمندان رو تشریف کنیم. خسته نباشین. مرسی مرسی. خب ما الان در خدمتتونیم. آقای حسامی، نمیخواین یه توضیح بدین، یه صحبتی شما قبلا بکنین با گروهتون، بعدا اگه سوالی بود چیزی بود جواب بدین. فکر میکنم سوالا رو شروع بکنیم بهتر باشه، زودتر ما رو ببریم پای میز محاکمه. این پایین همه میدونین که میتونین دستتون رو بلند کنین با این شکلک که این پایینه. اگه کسی سوالی نظری داره، تحلیلی میخواد بکنه، به هر حال صحبتی داره، میتونم من شروع بکنم سوسن خانم؟ بله بفرمین بفرمین. اول از همه میخوام واقعا تشکر بکنم. نمایشنامه بود که هم خیلی خوب نوشته شده بود و بسیار بسیار ماهرانه ترجمه شده بود نشان میداد و نمایشنامه بود که خیلی عمق داشت و واقعا چیزی بود که منو خیلی گرفت. اتفاقات خیلی جالبی توی این نمایشنامه افتاد، با وجود اینکه کوتاه بود مدتش، ولی خب خیلی چیزهای جالب توش بود، بخصوص این ابهامی که در تمام دیالوگ، در سر تا سر دیالوگ مثلا موج میزد، چیزی بود که هم خوب نوشته شده بود و هم خوب اجرا شد، خیلی عالی اجرا شد واقعا. و چه به صورت اجرا شد که اصلا بیننده رو و شنونده رو جذب میکرد و نگه میداشت و اشاره به مثلا شیوه هایی که در گذشته همدیگر رو میدیدن یا اینها واقعا چیزای مهمی بود و بخصوص اون ابتدایی که بعد از جریان طلاق زن و شوهر سابق شروع کرده بودن با هم صحبت کردن، که در ابتدا من فکر کردم این در واقع مرثیه‌ای هست بر رابطه‌ای که در گذشته داشتن، که بعد معلوم شد که نه، اصلا یک نوع بزرگ داشته رابطه‌ای هست که در گذشته داشتن و این چیز جالب بود برای من. بعد همینجوری نکات خیلی قشنگی داشت که من اینجا یک یادداشت‌هایی هم کردم و چیز خیلی جالبی که در این نمایشنامه وجود داشت به نظر من اون شخصیت پردازی خیلی ماهرانه‌ای بود که در واقع نشان میداد که برخورد مرد ناگزیر با وجود این که خیلی خودش رو در موقعیتی قرار میده، اون مرد، اون شخصیت مرد که آروم باشه، منظم صحبت بکنه، پرخاشگر نباشه، ولی در این حال در تمام صحبت‌هایی که اون میکرد یک بار ارزشی در واقع مردانه بود. یعنی همش هدفش از تمام سوال‌هایی که میکرد، من اینجا یه چیز یادداشت کردم که در سخن مرد باری از اعتماد به حرف آخرش بود، همیشه به دنبال این بود که حرف آخرش رو بزنه و قبول بشه. و جالب بود که در مقابل اون شخصیت پردازی در سخن زن باری از یک اعتماد تردیدآمیز بود به حرفی که در اکنون میزد. مرد حرفاش رو به نظر من برای این میزد که در صحنه آخر پیروز بشه و مرد حرفاش و زن حرفاش رو برای این میزد که در همون لحظه خودش رو نشان بده، احساسات خودش رو بازگو بکنه. و به نظر من خیلی جالب بود، خیلی نکات بسیار زیبایی در این نمایشنامه وجود داشت و واقعا خیلی منو گرفت. من فکر کردم که خیلی خوب اجرا شد، خیلی عالی اجرا شد. اجرای خود شما آقای حسامی، اجرای خانم زویا، ببخشید خانمشون دادم مثلا نمیبینم عکسشون رو، تنها چیزی که به ذهن من رسید این بود که ای کاش یک مقدار روی بک‌گراند هر دو تاتون یک مقدار بیشتر کار میکردید. میدونم کار مشکلی هست، ولی بچه های دیگه، دوستان دیگه در زوم کارهای خیلی زیبایی در این زمینه کردم. در یکی از همین نمایشنامه های زوم
من دیدم که بک‌گراند رو اینقدر مشابه کرده بودن که گاهی اوقات انسان حس میکرد که در یک اتاق با هم دارن صحبت میکنن. این خیلی جالب بود. البته این چون مکالمه تلفنی بود که خود این هم باز یک چیز دیگه، یک در واقع یک ارزش بالاتری رو داد به هم نوشته نمایشنامه و هم به اجراش، که تمام این صحنه های نمایشنامه واقعا بود پشت تلفن اتفاق افتاد. خیلی جالب بود. ولی با وجود این که خوانش بود، چهره های شما واقعا بسیار گویا بود و از این نظر من به شخص خودم واقعا به شما تبریک میگم. خیلی نمایشنامه موفقی بود. خیلی ممنون. آقای وحید شمسایی دستشون رو بلند کردن. بفرمایید. آقای شمسایی دستتون رو بلند کردین که نظرتون رو بگین. بفرمایید. چرا صداتون قطع؟ دستتون خورده که دستتون اومده بالا؟ پیغامی برای ما گذاشتین؟ سودابه فرخنیا نوشته رضا مهسا زویا خسته نباشی، نوشته قوی با اجرای موزون. مرسی، من باید برم، با امید دیدار. مرسی سودی جان. این سودابه فرخنیا بود. من نفهمیدم آقای شمسی دستشون بالاست، برای چه دستشون بالاست؟ صداتون بسته است، اگه داشتین حرف میزدین نمیشنیدیم. وحید خان، آقا وحید صداتون رو نمیشنویم، اگه دارین صحبت میکنین راجع به برنامه صداتون رو نمیشنویم. اوکی، کسی دیگه صحبت داره تا ایشون وصل شن؟ این نقش مرد رو روبرت حسین بازی کرد. آره، سال 1966 به پل سدان کارگردانیش کرده. بعدش هم دوباره دوغست یه دفعه دیگه هم اینو نوشت به اسم سیکند وان. آره، لاموزیکای دوم هست که 10 سال بعد از لاموزیکای اول اینو نوشت. بعد دوم اضافه کرد. آره. کامش کرد و انقدر، حالا این نظر منه، اون موقع تو اون سالا هنوز این قضیه که زن و مردایی که از هم جدا می شدن و اینا اینقدر قضیه کانسلینگ و برو روانشناس ببینیم و فلان نبود و این تکس خیلی سر صدا کرد، برای اینکه در واقع یه نوع ریسیپی کانسلینگ برای زنای مردایی که عشقشون به علت ازدواج اینا تبدیل به یه چیزی میشه که انتظارش نداشتن، که دوباره با همدیگه یک دیالوگ برقرار کنن، دوباره کمیونیکیت کنن، چیزی که خب الان دائم اصلا مثلا تو انگلستان جزو قانونشونه، میری که جدا بشی طلاق بگیری اول باید یه کانسلر ببینی مثلا. بله. بله. ولی اون موقع نبود، سال 67 وقتی که دیوغس اینو نوشت. بله. یه همچین چیزی وجود نداشت، برای همین خیلی سر صدا کرد. خیلی جالبه توی یکی از مصاحبه هاش وقتی بهش گفتن چرا دومی رو نوشتی، گفت انقدر این رو این فیلم نامه منو انقدر اقتباس شده و در همه جای جهان اجرا شده و فیلم شده. دقیقاً برای همین میگه من دومی رو نوشتم، 10 سال بعد لاموزیکای دوم رو نوشتم که این پرده دوم لاموزیکاست که کامل ترش میکنه و ببینن مردم اون وقت متوجه میشن که چه اتفاقی افتاده. آره. خیلی 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 جالب. بعدم اصلا دیوغاز خودش، من خیلی یکی از فناش بودم و هستم، خیلی در اون پریود کار متفاوتی کرده اصلا. درسته سبکش خیلی سبک فرانسویه، ولی تمام سیاه‌سفیدایی که کار کرده، یعنی این فیلم ازش دیدم، کوتاه هم بود، به اسم کامیون یا راننده کامیون، ژرار دو پردیو بازی میکرد توش. راننده کامیون باریکلا، راننده کامیون. هنوز که هنوز یادمه این تمام شاتا این خاص بود دیگه، خیلی خاص بود جوغس. به هر حال در تمام مورد کارهاش، یعنی چه در زمان زمینه فیلم سازی، چه در زمینه نمایشنامه نویسی، چه در زمینه فیلمنامه نویسی، یکی از سردمدارای موج مدرن
ادبیات فرانسه است. منم از کاراش خوشم میاد. خب همینجور که آقای فیض گفت، عباس جان گفتن، ترجمه بسیار روانه، برای اینکه خب به هر حال خاص دیالوگا دیگه. آره. یهو میتونه کلش کنه به فارسی وقتی به یه زبون دیگه میشه. اتفاقا امروز با حمید جان دانشور و بچه‌ای که داشتیم تمرین میکردیم یه این بحث رو من پیش کشیدم که وقتی یه چیزی در واقع کلاسیک رو، مثلا دوراس خیلی فرانسویه، درست مثل که شکسپیر خیلی انگلیسیه، وقتی میخونی به یک زبان دیگری که اینقدر متفاوته، مثل چینی، ژاپنی، فارسی، خب خیلی متفاوته. خب این برای هنرپیشه یه چلنجیه برای اینکه بازیش کنه و اون حس رو برسونه، فکر نمی‌کنین؟ یعنی واقعا همه چیش فرق میکنه دیگه، تون صدات، لحنت، زبانت، همه فرق میکنه. بعد اون همون حسی رو باید برسونی که اون زبان در واقع کار نویسنده نوشتتش. دقیقا الان اگه دقت بکنی، حتی آخرین اجرای مکبس رو که دنسل واشنگتن بازی کرده، نمیدونم دیدیش یا نه. بله، بسیار خوشم اومد. شاهکار بازیگر، واقعا شاهکار. حتی تو متوجه میشی که دنسل واشنگتن امریکایی با لهجه امریکایی داره دیالوگای شکسپیر مکبس رو میگه، و بعد اون سری که انگلیسی هستن، بازیگرهای که انگلیسی هستن، با اون لهجه انگلیسیشون دارن حرف میزنن، تو تفاوت زیبایی بیان رو کاملا توی این متوجه میشی. کار بسیار زیبایی بود، من خیلی خوشحال بودم. من که اول با چیز رفتم ببینم، نشستم فیلم رو نگاه کنم، با یه ذره گفتم آخه ایشون سنشون بالاست، این چه انتخابیه برای مکبس؟ برای اینکه مکبس بین 30 تا 40، تو دیوانه قدرت و اینا که میشی تو این سناست دیگه، تو سن 60-70 سالگی یه دیوانه قدرت البته داریم در تاریخ داریم چیز میشی، ولی واقعا سورپرایزم کرد، به خصوص اون تیکهی که این مونولوگ زیبای تومارو رو میگه بعد از مرگ لیدی مکبس. واقعا باهات موافقم خیلی، بعد اصلا کارگردانی همش سورپرایز بودیم، خیلی زیبا بود. میگم برای من خیلی حالا برگردیم سراغ آقای فید. جناب فید، بکراند رو چون کسی از دوستان دست بلند نکرده که مسئله داره، بکراند رو ما والا ببخشید به من، این همکاران بنده کامپیوتراشون نوعه، مال بنده هندلی و نفتی. هر کاری کردیم، پرده سبز گرفتیم آوردیم، نمیدونم امام حسین رو اینجا آوردیم، دارزادیم، همه کار کردیم، هر کاری کردیم نشد. بنده میرفتم در بطن اون تصویری که قرار بود همه به طور مشترک داشته باشیم. البته صبح که ما اینو تنظیم کردیم همه چیز درست بود، اما شب سوسن جانم بود، اتفاقا همسر من هم بودن، شروع کردیم با هم دیگه اینو از نور از اون بالا بیار از اینجا، و جا رو عوض کردیم، ولی متاسفانه نشد. تا زویا قریشی عزیز برگشت گفت آقا این کارو بکن، خیال ما رو راحت کن، خیال خودت هم راحت کن. برای همین جناب فید، امیدوارم بتونیم تو کار بعدی ما یه کامپیوتر غیر هندلی بگیریم، اتوماتیک به برق وصل بشه. الان این نفتیه در واقع داره. من یک سوال دیگه هم از آقای حسامی داشتم، اجازه بدید. من میخوام ببینم که چه چیز این نمایشنامه اینقدر شما رو جذب کرد که انتخابش کردید؟ شما انتخابش کردید، درسته؟ بله. ببینید، ولی نمایشنامه جاذبیه. من نمایشنامه رو، خب فضایی رو که درش ایجاد میکنه، به قول سوسن فرخ‌نیای عزیز برگشت گفت این یک در واقع یک رولوشن هست در اون دوره 1966 که این دو مینشینن و یادواره‌ای از زمانی که دارن ازدواج میکنن، شادیهاشون، ناراحتیهاشون، حسایی که داشتن نسبت به همدیگه دارن ایجاد میکنن. خوشبختانه یا متاسفانه
اینجا به همینطور که الان سوسن جان گفت، اینجا باید اول برین پیش مشاور یه تاییدیه داشته باشین که آره واقعا ما نمیتونیم به هم دیگه برسیم و باید جدا بشیم. ولی وقتی که میبینیم اینجا به این راحتی جدا میشه و حتی هر کدومشون هم یه دوستی پیدا کردن که آینده ای دارن، اون یکی تصمیم داره ازدواج بکنه، یعنی در حال پی این مسیر پارالل دارن، یعنی از هم جدا نشدن، در موقع دارن پارالل با هم میرن، او با یک مردی و این با یک زن دیگر، و حتی داره بهش پیشنهاد میده که تو بمان، نرو امریکا، بمون تو پاریس، شاید همدیگر رو بتونیم ببینیم مخفیانه بدونی که کسی ببینیم. خیلی فرانسوی البته، ببخش. آره یک چیز جاذب دیگه که تو این جریان من دست کردم. آقای آریان، من دست شما رو دیدم الان بهتون رو من سریع اینو بگم، یک چیز جاذب دیگه که تو این نمایشنامه بود این بود که شخصیت ها تقریبا داستان رو می نوشتن. شما هم نظرتون این بود؟ دقیقه دقیقه. خب براتون اینجا پیغام گذاشتم، من این پیغام ها هم آقای وحید شمسی که نتونستن صحبت کنن پیغام گذاشتن، هم آقای تیسپا چون باید میرفتن تشکر کردن از گروه اجرایی رفتن، اینا رو من براتون بعد از برنامه میفرستم. رضا جان حسامی، آقای آریان بگوشیم. درود های فراوان به آقای حسامی و خانم از دوریا قرشی که بعض مدت ها دیدمش. این کاری که ما با هم کردیم خاطری در دل ما باقی گذاشت. من چرا تصویر ندارم؟ ببخش همون میخواستم بگم بلا سلام احوال شما باز بدون تصویر شدید فرشید جان. بله حالا صداتون وقتی داشتم میشنم بودم صدا برای من آشناست، یعنی صدا نیست، با هم اینقدر تمرین کردیم برداشت که آدم با یه ادهی کار تو آتون میکنه تعلقی پیدا میکنه، نمیدونم نمیگم گنگی میشه، بالاخره دوستیش عمیق‌تر میشه. من برسا توی چند تا کار با شما دو تا کار همکاری کردم که در تکنیک میگم در کار تو هست در کنار آقای کمال حسینی و خانم قریشی و خانم بوقاتی، خیلی جالب بود. و ولی از این بگم که به باور من ارزشش هنوز تاریخ مصرف داره، به ویژه برای کشورهای خاورمیانه و ما در اونجا دقیقا چون تاریخ مصرف داشت. چون دقیقا داره مردسالاری رو نشون میده، حالا هر چقدر که ماتیکو چه میگن آرایشش بکنی و کوشش بکنی که اون رو، یعنی من فکر میکنم بازیاتون خیلی خوب بود، حقیقتش دلهوره تو دل من ایجاد کرده بود. وقتی دلهوره ایجاد میکنه و آدم، یعنی اینکه شما گرفتی ما رو، گرفتی دیگه ما رو آره. و این که او خیلی خوب در بود، هر دوتون عالی در بود، این حالت های زیر پوستی که آدم رو نگران میکنه، بعدش هم آدم دیگه اینا ای بابا ببخشید من بذارید بذارمش روی بذارمش ببخشید یه کاری بکنیم من بذارمش روی هوایی من حالا تا فرشید جان آماده بشه یه چیزی بگم، یه جمله فقط در یه ذرم جواب آقای فیض. برای اینکه اگه نگاه کنیم من تمام کپچرهایی که برای برنامه می نویسم play reading slash theater، می نویسم نمایشنامه خوانی و تئاتر. نتیجتا فکر میکنم بیشترم آقای حسامی یه ذره کشش به این دارن که تو اون قسمت نمایشنامه خوانی خیلی اونو بیشتر دوست دارن و در قسمت نمایشنامه خوانی میمونن
این ترفندای تئاتری رو الان تا حالا چند تا کاری که ازشون دیدیم تو این روخونی ترفندای تئاتری رو یه ذره براشون چیز دومه، بیشتر خود تکس و نمایشنامه خانیه تصور اینه ها. دقیقا همینه اولویت من وقتی اسم چون معتقد هستم این مسئله، حالا این عکسی هم کم پشت بکرانی که میخوایم بذاریم شاید برای که فضایی رو ایجاد کنیم، ولی من بیشتر به فکر خود متنم، چون نمایشنامه خوانی برای من این است که مخاطب من در واقع متن رو گوش بده و بخواد اسیر و درگیر بکراندهایی بشه که وجود داره یا اسیر موزیک هایی بشه که وجود داره. برای همین سعی میکنم که بیشتر نمایشنامه خوانی درست متوجه شده سوسن جان. آره البته خب بماند میگم من همیشه مینویسم نمایشنامه خوانی سلش تاعت آره. برای که کارهایی داشتیم که قضیه آره؟ کارهایی داشتیم که بچه ها ابتکارهایی زدن که تاعتری تش کنن، یعنی تصویر رو یه کار دیگه باش بکنم و موفق بوده ها. دقیقا دقیقا هم همیشه بوده دیده یا بچه های دیگه نه دقیقا همون کاری که متفاوتیه. آره میگم هر کسی به هر حال کارگردانی خودش یه سلیقه‌ای برای کارش داره. مثلا کاری که خانم معقولی کردن توی اون بارون درخشی کار بسیار زیبایی بود، کار بسیار جذابی بود، من هم به عنوان مخاطب خیلی خوشم اومد. من اینجوری میپسندم حضور دیگه می تو برای زنان چوا کار دیگه ای کردی. میگم هر کدوم از دوستان وقتی میاد به عنوان کارگردان باید میشه کار میکنی، خب یه سلیقه های شخصی خودت رو هم درش دخیل میکنی. آقا جالبی هم همینه. ولی فرشی جان ما نصف حرفای تو رو نشدیدیم. آره الان من سلام خوب میاد الان خوبی بگو. من البته منم برام جالبه حرفای شما رو دارم میشنوم جالب برام. آقای حسامی خب ما دفعه قبلا با هم کار کردیم، هرچون بیشتر ساده تر رو دوست داشت داره این حالت، یعنی که فوکوس بیاد مثلا روی بازی و تصویر و چیز دیگه دیسترکت نکنه، ولی در مجموع من بازی هاشون از این نظر دوست داشتم به خاطر اینکه اون حالت چی میگن زیر پوستی رو به قول معروف میگه ایرانی ها خیلی دوست دارن توش بود بعد بازی هر دوش. بعد این آدم این شک و این دلهوره رو که ایجاد کردن توی دل ما، من فکر میکنم هر کسی باید این هر زن شوهری هم باید این تئاتر رو ببینه واقعا. یعنی یه جورایی این کار وقتی نوشته شد همونطور که گفتی یک انقلابی بود، چون هنوز زنا توی دوره‌ای بودن که یه 10 سال قبل از اون دامنشون زیر دانوشون بود و یه حالتای نگاه نکنیم اروپا رو، من حتی اون سالایی که من اومدم در کودکی بریتانیا سالای 70 هنوز بریتانیا حالتا رو نداشت، یا فرانسه هم بیتم خیلی متفاوت بود. یعنی حتی شما یه بلادی هل میگفتی به من توی خانمی میگفت بی‌تربیتون چقدر تو بی‌تربیت، یعنی شما باورتون نمیشه که این گونه رفتارها خیلی خیلی هنوز تابو بود. و این نوع در واقع که یک احساسی به شما میداد که اینا هم به صورت سادیستیک هم به صورت مازوخیستی هم به صورت معلوم نیست که واقعا، ولی معلومه، ولی یه عشقی رو هم دارن چه نشون میدن و این اینو در آورده بودید. من از این بابت خیلی خوشم اومد از این کارتون. ما خواستم یه پیشنهادی بدم، یعنی با اجازتون میخواستم یه همینجوری، اینی که شما بخواین این رو به شکل نمایشنامه خوانی نگه دارین کاراتون رو خیلی عالیه جالبه، فقط امیدوارم وقتی اون کامپیوتر نفتیه رو گذاشتین کنار و یه کامپیوتر خریدین همون کاری رو که بچه ها خب به من یاد دادن، من عینکی هم هستم دیگه، اگر ما شما نوشتتون رو به جای اینکه روی از روی چیز بخونین، به جای اینکه از روی لپتاپ و تلفن و تبلتتون بخونین یا تکست نوشته بخونین، اگر رو کامپیوترتون داشته باشین این ور کامراتون و اون ور کامرام چیز باشه، اون ور کامرام مثلا زومتون باز باشه، حداقل ما نگاه شما رو داریم. مثلا من اینجا رو دارم میخونم الان، شما چشم منو دارین دیگه، اگر عینک
آنتی ریفلکت هم بزنین، مثلا این اینکی که من دارم. به هر حال حداقل چشتون رو فول فیستون رو داریم و زوم خیلی از این نظر نامرد دوربینش، برای اینکه خیلی چیزا رو آدم وقتی سرش میزه پایین میخونه، حتی چشش میزه پایین میخونه، تماشا چی نمیبینه. پیشنهاد میکنم بریم به طرف اینی که این اتفاق بیفته، که این تکستون زیر دوربین باشه و این بالا که هست میخونین حداقل ما صورت و چشمتون رو ببینیم. این پیشنهاده ها. نه پیشنهادت خیلی خوبه سوسن جان، حتما این کار رو خواهیم کرد. منتها ما اینجا یه متخصص داریم به اسم خانم زویا قریشی، میشه لطف بفرمایید یا زویا تمام کار تکنیکی قبلی ما رو انجام بده؟ آخه زویا داره سرش تکون میده. من خودم تعجب کردم داشت زویا از روی یه چیز دیگه میخوند، برای اینکه واقعا وقتی میذاری تکس اینجا، تجربه به ما نشون داده که دوربین کاملا صورتتو میگیره و اصلا معلوم نیست داری از صورتت نشون میده، اینورم داری تصویرا رو دیگه، یعنی دوتا رو داری. سوسن جون حرفتون خیلی خیلی عالیه، یعنی کاملا درسته. فقط تنها چیزی که باید در نظر بگیریم اینه که یه چیزی که یه کارو خراب میکنه متفاوت بودن اجراست. یعنی اگر من رضا و مهسا، حالا مهسا جون که امروز تصویر شکرم بسته بود، ولی اگه من و رضا سبک، یعنی مدل اجرامون توی یه کار متفاوت باشه، خوب از آب در نمیاد. یعنی اگر من به رضا نگاه کنم ولی رضا به به کتاب نگاه کنه، این تعادل برقرار نمیشه. باید هر دومون انجام بدیم. حالا ایشالله قرار شد از همسایه‌ها کمک بگیریم، یکی یه چیزی، یه پولی چیزی، این نفت رو تبدیل کنیم به برقی، ایشالله به اینجا ها میرس. باور کنید من از اون تاتی که با هم بازی کردیم آقای احسابی گفتم آقا مارکت پلیس الان دیگه لپتاپ اصلا مفت شده، مفت شده. یعنی شما اصلا هنوز در شده به هفت ای رو بگیرید اصلا. هرکی جان باور کن من بی تقصیرم، با تاکسی اومدم. من خودم باید بیام آلمان یه دونه لپتاپ برای شما بیارم. دفعی که اومدم بعد این کار رو بکنم. ببخشید من یه چیز دیگه میخواستم از رضای عزیز و سوسن جون و به مهسا جون هم خسته نباشید بگم و ازتون خواهش کنم به من اجازه مرخصی بدین اگر سوالی نیست که من اجازه جواب دادن داشته باشم. خیلی خوب بازی کردید خانم مهسا. ممنون، مرسی. اگه صحبتی چیزی ندارین آقای حسامی، شما صحبتی ندارین؟ نه من این صحبتی ندارم. خیلی سخت این بازی به نظر من، خیلی سخت. ما دو هفته دیگه هم برنامه داریم، خانم آزاده نسیل رو یه برنامه برام میارم به زودی، از پنجشنبه به بعد پوستر رو میذاریم و لینک رزرو جا رو میذاریم. رزرو جا رو من رزرو کردم سوسن جان، نمیدونم خونده یا نه. نه رزرو برای برنامه ایشون، ولی شما من یادداشت کردم که آوریل یه دونه دیت دیگه میخواین. اوکی. آره. اونم من یه دور دیگه هم میذارم که اگه دوستان دیگه هم خواستن بتونن. آره. من 4 تای دیگه هم هست تا جون، اگه یکیش برای شما باشه 4 تا جای خالی دیگه هم داریم. آره خوشحال. اجازه بدیم منم یه یک دقیقه صحبت کنم. خواهش میکنم. به آقای کمال حسینی. آقای حسینی شما رفتی اون گوشه موشه ها صدا در نمیاد. خب من داشتم دقیقا استفاده میکردم از هنرنمایی خودت و تیم مهسا جان و زویا جان، منم لذت بردم و برای همینم مثل یه بچه خوب سعی کردم بشینم با دقت کار زیبای شما رو ببینم و تمام صحبتهایی هم که به خصوص این آخر فرشید جان کردم مورد تایید منم هستن، بهتون شاد باش میگم. من امشب به حالا آقای اسامی که خود جای خودشو داره، از بازی مهسا جان خیلی خوشم اومد، زویا جون بسیار بسیار طبیعی بازی کردن، من شاد باش میگم با آقای اسامی از این تیمی که الان این کار رو انجام داد، منم واقعا خوشم اومد. منم احساسم اینه که یا تو دلم میگفتم کاش رضای عزیز به روبرو نگاه بکنه. حالا من درست این نگاه من متفاوت است با این داستان که میگیم در واقع خانش است، درست خانش است، ولی تکنولوژی که الان جلوی ما هستش
ما اگر ازش بتونیم به نفع احسن استفاده بکنیم بهتره، چون با اینکه روی نوشته نگاه میکردی آقای حسامی، ولی من اگر چشمامو میبستم بیشتر لذت میبردم، چون تمام پوزیسیون صدا همه چی اوکیه، فقط وقتی که با اینکه زویا جان میگه من این کار نکردم که بالانس به هم بریزه، ولی خیلی زویا به دوربین نگاه میکرد و خیلی جالب بود برای من. و آقای حسامی که به پایین نگاه میکرد، من همش حس میکردم که کاش به روبرو نگاه میکرد. به هر صورت این تکنولوژی هستش، اگه ازش استفاده بکنیم خیلی خیلی بهتره، ولی بازی ها یا صدا پیشگی که شما الان اجرا کردید پرفکت، من لذت بردم، خیلی خوب بود. مساجان هم همینطور، یعنی هر سه نفر عالی بود، قشنگ بود و خوب بود. آقای الهامی منش، دستتون بالاست، بفرمایید. من واقعا حرفی ندارم که اضافه بکنم به اونچه که دوستان و اساتید گفتن. من فقط خواستم زبانن تشکر بکنم از کارتون، و واقعا آقای حسامی خانم، زویا خانم، مهسا، انرژی رو من گرفتم. میدونی علارغم این که خب نظرهای مختلفی برای به اصطلاح بهتر کردن کار یا بهتر دیدن کار با هست، ولی تشکر میکنم و لذت بردم و ممنون. آقای زاره، محسن جان گوش میدیم. منم سلام و خسته نباشید میگم به گروه اجرایی رضا عزیز، خانوم قریشی نازنین و خانوم چرابه، اگه درست تلفظ بکنم. خسته نباشید میگم و از کارتون استفاده کردیم به امید دیدن کارهای بیشتر، جذابتر و هنرمندانه تر. بدای وجودت رضا جان که این شب خوب رو برای ما ساختی. خواهش میکنم. دلمون تنگ شد بود برای آقای حسامی و خانم قریشی. آره. مرسی. دیدار خوبی هم بود. آقای دانشور شما حرفی ندارین؟ بریم. آقای دانشور صدای من در شنیدین؟ نخیر. ببخشید صدا خیلی بود. من به رضا جان حسامی و خانم مهسا و زویا عزیز خسته نباشید میگم. والا ببین سوسن تقصیر خودته، نوشتی اسلش خانش اسلش اسپکتاک، من چیزی که نمیشتی، اگه اون اسلش نبود کلی حرف داشتم. خب دیگه آخه زرنگی منم سر اینه دیگه، اینجوری نگاه نکن، خیلی مارمولکم، حواسم آخه ببین یه خطری که نذارم که جلوی این بله خواهش میکنم اینجور حرفا رو بگیرم، یعنی کلن سوسن بله خطر این بس خطر نگم نمیدونم دنبال کلمش میگردم، این خانش تنها اینه که خب ما داریم تصویر رو میبینیم، یعنی اگر من برم قضامم بپزم صدا رو دارم و این حیفه، و در صورتی که ما میشینیم پای تصویر، فقط ما یه چهره رو میبینیم که داره صحبت میکنه، در صورتی که اگر خانش اسپکتاک باشه، لکتور اسپکتاک باشه، قضیه باز فرق میکنه. و گویا شما سعی کردید با همین پنبه نفتی و اینا یک چیزی پشت بدن، نشد. بنابراین این تکنیک کمک لزوم، ما چهره رو میبینیم و اون حالت ها رو هم ببینیم، وگرنه یک چیز رادیویی میشد که این خطر اینه. یه نکته کوچولو بود همین، خسته نباشید همگیتون. مرسی حمید جان دانشور، کمال جان حسینی و جناب الهامی منش، محسن زاره عزیزان، ممنون از لطفتون. همونطور که گفتم مسئله تکنولوژی برای ما، عرض کردم که اینا همه بستگی داره به مهندس این کار که باید اینا رو تنظیم بکنه. من فقط بلدم این روشن بکنم، بعد زویا میگه این چه کار باید بکنی. من مال زمان شاوز وزکم همه جان تو آره حیفه، چون حیفه همه اینجور. آره میدونم، ولی چشم، حتما تلاش میکنیم که در کارهای بعدی بتوانیم حداقل از یک عکس مشترک استفاده بکنیم. خیلی از حضور همتون ممنونم
خسته نباشید. شما متشکرم که برنامه‌تون آوردین توی توی پلتفرم خانش. دیگه ببینیم تا کی میتونیم این رو نگه داریم، این پلتفرم رو که اینجوری بین المللی دور هم بشینیم و به صدای هم گوش کنیم و برنامه همدیگر رو ببینیم. واقعا حیف اگر بخواد از بین بره این پلتفرم. نه نمیره نمیره قربان همگی تا برنامه. خسته نباشید رضا جان. شب بخیر فرخ. از شما هم خیلی ممنونیم، واقعا زحمت میکشید. شب خوش. خیلی ممنون، خیلی خوب بود. خدا حافظ مارک. شب خوش. شما قرمه سبزی مارکی گرامی، من اتفاقا چند روزی پیش عکستون دیدم، یادت هست. خدا حافظ بچه‌ها.